میخواید بدونید ایده جهانهای موازی چطوری شکل گرفته؟ در سال 1801 توماس یانگ آزمایش معروفی را انجام داد که دانشمندای بعد از خودش را حسابی درگیر کرد، به نام آزمایش دو شکاف. یک منبع نور داریم و یک پرده و بین اینها دو شکاف برای عبور نور داریم. یانگ مشاهده کرد که نور خاصیت موجگونه داره و زمانی که نورها از شکافها عبور میکنن با هم تداخل پیدا میکنن و روی پرده نوارهای تاریک و روشن نقش میبنده. اگه به جای اینکه نور رو به صورت آزادانه به سمت شکافها بتابونیم از یک تفنگ استفاده کنیم که هر بار یک فوتون پرتاب کنه چی؟ باز هم الگوی تداخلی رو میبینیم یا باید تنها دو نوار روشن روی پرده ببینیم؟ در کمال تعجب باز هم الگوی تداخلی روی پرده ایجاد میشه. فوتون‌ها رو به صورت تک تک ارسال کردیم، اما چرا باز خاصیت موجگون از خودشون نشون دادن؟ این ذره‌های تکی با چی تداخل کردن؟ برای اینکه بفهمیم ذره‌ها از چه شکاف‌هایی عبور کردن، میایم از یه دوربین حساس استفاده می‌کنیم و شکاف‌ها رو زیر نظر می‌گیریم. دوربین گزارش می‌کنه که 50% ذره‌ها از شکاف چپ و 50% از شکاف راست عبور کردند. قسمت هیجان انگیز داستان اینجاست. زمانی که دوربین کار گذاشتیم که ذره‌ها رو ببینه، در پرده الگوی دو تا خط نوری ایجاد شد. اگه دوربین رو خاموش کنیم، باز هم الگوی تداخلی در پرده شکل میگیره. چه اتفاقی افتاد؟ آیا ذره‌ها فهمیدن که دیده میشن؟ فهمیدن که زیر نظر گرفته شدن و رفتارشون رو تغییر دادن؟ یعنی دیگه رفتار موج مانند ندارن؟ هیچ کسی جواب این اتفاق رو تا به اینجا نمیدونه. این موضوع اینقدر عجیبه که اگر کسی بتونه دلیلش رو توضیح بده، همین الان بهش جایزه نوبل رو میدن. شاید شما بتونید جوابش رو پیدا کنید، پس دست به کار بشید. اینجور به نظر میرسه که ذره ها نه تنها میتونن به گذشته و آینده سفر کنن، بلکه تا میفهمن یکی زیر نظرشون گرفته، از حالت موج به ذره تغییر پیدا میکنن. ورنر هایزنبرگ و نیلز بور معتقد بودند موجی که قبل از رسیدن به پرده وجود داره یک پدیده فیزیکی نیست، بلکه فقط احتمالاتیه که تصمیم میگیره هر ذره کجای پرده فرود میاد. این موج وقتی به پرده میرسه از بین میره و تبدیل به یک واقعیت فیزیکی میشه. به قول فیزیکدانان تابع موج فرو میکنه. طبق این تفسیر قبل از فرود اومدن ذره امکان نداره حالت ذره رو پیش بینی کنیم. انگار که ذره همه احتمالاتو به صورت همزمان تو خودش داره و فقط زمانی که اتفاقی به وقوع میپیونده اونو انتخاب میکنه. از این عجیب تر اینه که انگار همه اون احتمالها با هم در تماسن و حرکاتشون رو با هم هماهنگ میکنن. ربط این حرفا به جهان موازی چیه؟ هیو اوریت در سال 1957 گفت تابع موج هرگز فرو کاهیده نمیشه. یعنی اگه این ذره در اینجای پرده فرو بیاد، در صورتی که احتمالاً میتونست در هر جای پرده باشه، این احتمالش از بین نمیره، فقط در یک حالت موازی اتفاق میفته. یعنی احتمالات دیگه همشون توی محورهای زمانی دیگه اتفاق میفتن. طبق این تفسیر هر وقت که یک حالت کوانتوم به دو تا احتمال مختلف تبدیل میشه، واقعیت دو شاخه میشه. یعنی هر جای جهان هر ذره‌ای با هر ذره دیگه واکنش نشون بده، واقعیت و تاریخ چند شاخه میشن و همه این واقعیت‌ها یه جایی وجود دارن. این یعنی بی نهایت واقعیت و بی نهایت جهان. و از ورژن شما بی نهایت وجود داره که ممکنه در یکی از این جهانها رئیس جمهور، ورزشکار، معلم یا یک مرفج این باشی. طبق این تفاسیر جهان موازی همین الان با هر تصمیم کوچیک و بزرگ شما یا واکنش ذرات در هر جای جهان در حال به وجود اومدنه. مغز آدم سوت میکشه نه؟
این تنها یه نمونه از مدل جهان‌های موازیه. فکر می‌کنید در جهان‌های دیگه شما چه شغلی یا چه نوع زندگی دارید؟ Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Da, 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 da. You